سلام، خیلی خوش اومدید به مدبس. در ادامه بیف رضا پیشرو و زد بازی، امروز میریم سراغ آهنگ نامحدود از رضا پیشرو. با ما همراه باشیم. خب، آخرین ترکی که ما ریاکت رفتیم از بیف رضا پیشرو و زد بازی خانم جی جی بود که علیوش در جواب ترک منصفانه به عریض جی جی داده بودش. خب بعد از این یک دو سه تا ترک دیگه اومدش بیرون که دیس مستقیم نبودن، شاید غیر مستقیم بودن، که همه هم مسلمه شنیدن. ترک اوبی بود از زد بازی. تقریبا پیشرو دیگه خیلی تو خیلی آهنگاش فقط تیکه انداخت، یعنی تا همه آهنگاش یه تیکه به اینا میندازه. آره دیگه، زد بازی هم همینجور. ولی اون که دیس اوبی داد بیرون که تقریبا بعد همین ترک اوبی بودش که زد بازی یه مدت با هم فعالیت نکردن، اصلا جدا شدن چیز شدن. بعدش اومدش پیشرو ترک شوگر دادی و هولوکاست رو داد بیرون که تو اون یه تیکه هایی دوباره به زد بازی و بچهای زد بازی انداختش تا رسید به ترک نامحدود. این ترک نامحدود قبل از آلبوم پرواز اومد بیرون، یعنی در قالب آلبوم پرواز بیرون نیومدش، قبل اون اومد بیرون. و اون موقع این چیزی که به خاطر من هستش، داستان از اینجوری شدش که سامان ویلسون اومد یک لایوی گذاشت و توی اون لایو گفتش که من دوست دارم که به جای اینکه مثلا دوست دارم با یه سری کار اجرا کنم، یعنی همکاری کنم. اصلا بعد یه مدت پیداش نبود، اومد و دوباره شروع کرد به لایو اینستاگرام و اینا. اومد گفتش که آره من میخوام که با یه سری همکاری کنم، مثل پیشرو و یاس و تتلو، به جای اینکه با همدیگه دیس کنیم کنار هم بخونیم که اونجا مشخصه که ورس کی قوی تره، قدرت ورس کی قوی تره. خب و این تایمی بودش که اینا با هم مشکلی نداشتن، حتی صحبتای این بودش که اینا حتی با هم صحبت هم میکنن و ممکنه کارم با هم بدن. و حتی ببین یه جوری مثلا برداشت پیشرام احتمالا این بود، یه جوری تو این لایو صحبت میکنه که حالا بیان کنار هم وایسیم و یه همکاری کنیم، بعد ببینیم کی مثلا چی کاره است. یه خود فکر کنم به پیشرام مثلا برخورد. آره. بعد دیگه بعد اینکه این لایو ویلسون دادش، کمتر از 24 ساعت میشه گفت که پیشرو این ترک نامحدود رو داد بیرون، که اصلا یه جورایی سورپرایز بودش این دیسترک، به خاطر اینکه با هم اوکی بوده. حتی میگم سال قبلش 2019 توی آلبوم فریکونسی 2 مهرات هیدن و رضا شاهین راکچاکو داشتن، برای همین ترکون داشتن. آره این دیسه یه خورده سورپرایز هم بود. حالا ببین ما هم گوش کنیم ببینیم. البته یادم بعد از این آهنگ بود اگه اشتباه نکنم که تو تلگرام و اینا رضا پیشرو گفت به مهرات هیدن، درسته؟ که چی؟ که گفت مثلا تو بده، مثلا به تو منظور نداشتم. فکر کنم که آره، یا قبل ترکه بود یا فینیشین بود. نه نه همین ترکه بود. بود که برگشت گفتش که من با هیدن مشکلی ندارم. فکر کنم همین داستان خورده گرفتن که تو با این تازه مثلا فیت دادی، چرا اینو دادی؟ که گفتش من با مهرات مشکلی ندارم، امیدوارم که اون به دل نگه، از ناراحت نشی. خب خیلی غیر طبیعیه. می‌خواد سامانو بزنه. اونا دوستای چندین سالشن، همیشه پشت اونا در میاد، یعنی طبیعیه. حالا بریم گوش کنیم ببینیم که اصلا توی این ترک نامحدود که دیس هستش به ویلسون و حالا مثل همیشه تیکه هایی هم به ام جی انداخته، ببینیم که چی میگه. دیگه ام جی مشتری ثابت رضا. قبل اینکه بریم سراغ موزیک، اگر دوست دارین ویدیوهای جدید از ما ببینین، نوتیفیکیشن براتون فعال بشه، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو بزنین، کامنت انگلیسی بذارین، ساباتون نریزه. و در کلیه فضای مجازی من و آنایتو رو میتونید با هشتگ مدبس پیدا کنید و فالو کنید. برو بریم. Besides living, you know that you keep on, just keep on kissing on. Besides living, you know that you keep mad. Thought it would have to run. خب قبل از اینکه اینترو بشه، بیتر اول اینترو چیز بود دیگه. آره خیلی به اشتباه فکر کردن که این قسمت انگلیسی اولش رو خود داره پیش رو میخونه، خب ولی این نیستش. این گروه نوتوریوس بیگه که اصلا اینم مال آهنگ اسکایز لیمیت هم چیزایی اسم ترکش که اصلا بیت بیت روی این بیته و این بخش اینتروی کار نامحدود هم تقریبا یه بخشی از کورس همون ترکه دقیقا، که رضا صدا استفاده کرده. آره. بزن از اول که اوکی.
یاد بیارم. چیزی که میگه اونایی که موندن نوشتن پرونده دار، خب داره اشاره میکنه اونایی که از یعنی نسل یکی ها، اونایی که برای رب زحمت کشن، برای رب فارسی از قدیم بودن و برای همه شونم خودشم چیزی برای همه شونم تو ایران پرونده درست شد و حالا خیلی ها چیزی مثل خود رضا رفتن. یه اشاره لایتی اون داستان داره دیگه. موندن و شدم پرونده دار، میخوای همه چیزو یادت بیارم، رپرهای دولتیمون آب خیارن، دستای منو پستونای گاوه میمارم، نمیمارم خایه هاییو که خایه میمارن. خب این اشاره داره به همین ویلسون دیگه، دیگه حالا هم اون هم که رپرهای دولت حکومتی دیگه، یعنی اشاره داره به اینکه میخوای همه چیزو یادت بیارم برمیگرده به همون اثر منفی و چغالنامه، یعنی میخوای یادت بیارم که چه جوری جوابتو دادم. یه اشاره به کاره دیسه و بیف خودشونه. دستای منو پستونای گاوه میمارم، نمیمارم خایه هاییو که خایه میمارن. من اوسکول رو چسبیدم، حوض پول رو فهمیدم، یقت رو میگیره تو سخونه کندیدم، از این وری میای من لپ جونه تو نگیرم، نبینم از این به بچه سا گوزارو دبیرن، خویم و بقیه تو آلبوممون قریبن، همیشه هم از اون طرف میرن که منو نبینن. میگه قویم و بقیه هم تو آلبومم قریبن. اینم باز داره جواب ویلسون رو میده که الکی فکر نکن بتونی با ما مثلا فیت بدی، یعنی تو آلبوم ما جایی نداری. نداری غریبه بازی نمیکنی. دبیرت خویم و بقیه تو آلبوممون قریبن، همیشه هم از اون طرف میرن که منو نبینن، با دوتا رو پایی فکر میکنم منو خریدن، میوزیک جدید دارو میکنه جو و سریعن، رب منو صدا زد منو بگا داد، پدال گاز میرفت که منو بکنه دراک باز، حقیقت رو پنهانش میکنی به ناچار، ولی اونقدر پرت میکنم بزنی یه جا جار. خب اینجا خب زندگی خودش هم اشاره میکنه دیگه که یه مدت خب دراگ زیاد مصرف میکرد و بعد رفت هند و کلن پاکسازی کرد خودش و برگشت و رپ همه کار باش کرده، هم شهرت آره شده هم تو اون داستان بودش. نمیخواست بمیرم میکنی به ناچار، ولی اونقدر پرت میکنم بزنی یه جا جار، وقتی خدا نمیخواست بمیرم تو برف، بلند شدم من یکم اون کشیدم تو رب، موزیکم رو میسازم و ببینم تو رگ، اونا که نگرفتنش شپیدم تو در چی. این قسمتی هم که خدا نخواست تو برف بمیرم فکر میکنم اشاره به اون فراری داشت که از ایران رفت، چون پرونده داشت و خیلی اوضاع خوبی نداشت تو برف گیر کرده بودن. فکر کنم یه ترک در مورد این فرش از ایران که حتما میری کلا. بعد من احساس میکنم برای من اینجوری رضا پیش رو قبل از این، یعنی که ایران بود و بعدش، خیلی اصلا شخصیتی و تو موزیکاش هم نمود داره. آره. اصلا خیلی آدم قوی تر و باحال تری شد. میدم بمونن و بمیرن تو زرف، فهمیدن رب مثل دراکه و هی میرن تو ترک، سالی دواستم و پیداشونی فهمیدن رب مثل دراکه و هی میرن تو ترک. فکر کنم که داره تیکه بینه ویلسون که هی خدافزی میکنی برمیگردی، اعتیاد به رب داره از گاهی میری میای. آره. میدم بمونن و بمیرن تو زرف، فهمیدن رب مثل دراکه و هی میرن تو ترک، سالی دواستم و پیداشونی پیگیرن تو جنگ، هرچی ساکتشونم میکنی هی میرن رو زنگ. اینم میدونم که به چه اشاره داره. این میگه سالی 12 پیداشون نیست پیگیرن تو جنگ، به خاطر اینکه سامون ویلسون یه مدت طولانی ازش خبری نبود، بعد اومدش توی ترک یخ یه ورسی داشتش که همون شروع ورسش گیر داد به هیچ کس که اگه تو پدای رپ فارسی هیچ کاری واسه رپ نکردی. این داره میگه که آقا سالی 12 ما نیستی، بعد که میایم پیگیری تو جنگ، یعنی همش جنگ داری با همه. چرا تو ترک سالی دواستم و پیداشونی پیگیرم تو جنگ، هرچی ساکتشونم میکنی هی میرن رو زنگ، همه سور میزنی که بمونی تو هیپ هاپ، فعلا باید بری فلو برونی رو گیتار، باید مثل سنگ خرج کنی بدی رم، فعلا باید بری فلو برونی رو گیتار مثل سنگ خرج کنی. اینم که تابلوه دیگه، این تیکر رو داره میذاره ویلسون که یعنی تو با هیدن در واقع با مرادی، یعنی تو هیچی در خودت نیست، یعنی اگه هیدن کارهای تو رو نکنه، یعنی تو چند تا فلو اینا میسازی و دیگه بقیه کارات هیدن میبره. این بیشتر اشاره میکنه به همکاریش با یا همکاری ویلسون با هیدن که بیشتر همه کار رو هیدن میکنه، یعنی منظور که تو میگه فقط یه فلو یه ورس میگی و اینجا مثلا یه کردیتی هم به هیدن داده دیگه. آره خب اون موقع با هیدن مشکل نش اونی تو هیپ هاپ، فعلا باید بری فلو برونی رو گیتار، باید مثل سنگ خرج کنی بدی رپ، اونم تو این وضعیت گرونی تو ایران، ماشین متوسط و نمیرونمش، لج بازم کور بدین بریزونمش، تو بهتره که همونطوری بری تو لکه تیر که میباره سپره تو بگیر رو سره، میدونی بازید نمیدن اگه بپیچونمت، اگه زیادی عمیق بشی چه میدوننت، کی میخوای خایه ها رو بدی تو نره، یه سنگ دلی وقتی که بلی رو همه، ثابت بودم تو راه که با دست خوش و لحظات تو جام،
قدرت سب در هزاره با قدرت برد در دست ما اگه ما با جرعت ندرخشیم در نمیاد گو از رب فارس اینو خوب میدونن اونا که تو بازی موندن و شدن پرونده دار کافیه بشینم پای تلفن فایل تو باز کنم بگم مایه بده روک تو هم درد و دل بکنی پای دل پای چرا به خاطر ما میکنی خواهص حساب تا میبینی که اینجا آتو داره از ویلسون یه جورایی غیر اصلا اینو تهدیدش میکنه فقط کافیه وایستو بذارم گوش کنم بقیه نصف شب صحبت کردیم یه آتوی داره ازش که اینجا یه جوری تو ترکش تهدیدش کرد اینجا من احساس میکنم که این داستان هست درد و دل بکنی با دل پای چرا به خاطر ما میکنی خواهص حساب تا میبینی که فرشم رفته رو به بالا پازم امیدی و میگیره زا قهرمون ما هست هر جا پا بذاری اونجا شهرمونه داداش اگه به ما میرسه چون همه دستا رو به بالاست تو هم باید کار کنی تو قهوه خونه بابا تو رب رنگی نداری و گره گوره کارات بیا حالا قهوه خونه بابات که احتمال قهوه خونه سراب رو میگه کارات هم که میگه گرگور یعنی کارای تو رپ کار خاصی نکردی تیکر اینجوری به سامان داره بالاست تو هم باید کار کنی تو قهوه خونه بابا تو رپ رنگی نداری و گرگور کارات بیا باید کار دارم بعد بوسه لالات یا از این به بعد نصب کن در کونه تالار همونیم که همیشه تو سرمون ماها صبر نمی کنیم صبر بر پول بابا همون بابایی که هنو در کونه ناجاست قیمت امثال تو ارزونه دادا این کسان داره رسما به ام جی میزنه رسما داره میزنه بابا درکم ناجاسته میگه ما صب نمیکنیم واسه پول بابا و... آره داستان که همه بچه ها میدونن دیگه آره پول بابا همون بابایی که انو در کنه ناجاست قیمت امثال تو ارزونه دادا همش برو راه پیمانی دگر گاف بنداری تو دستات زندانی ولی گاردت گاندی راه پیمانی دیگه اون راهیان نور و این داستان ها رو ولی گاردت گاندی یعنی آره. عدای مثلا مردم الان مردمی بودن در میاری ولی داستان هم حکومتی آره مش برو راه پیمانی دگر گاف بنداری تو دستات زندانی ولی گاردت گاندی ما روشنیم داداش جلو قاضی سایه بازی شما خایه داری ما نداری چی خواستم بگم یادم رفت والا منم یادم رفت خیلی والوین تیکه خیلی بامزه بود شما خایه داری ما نداریم چی خواستم بگم یادم رفت آن چاقال برعکسش کنی میشه چی لاغاچ لاغاچ چه کنم اینجا اومده از این لفظ چیز استفاده کرده خب موقع فکر کنم که اصلا اگه اشتباه نکنم و فکر کنم پیش رو با تتلو هم مشکل داشت این اومده تتلو تو هنگ گرگش میگه گرگو برعکس کنی از هر طرف بخونی هم میشه شاید به اون انداخت یعنی از اون استفاده لفظ اون انداخت نه که به اون انداخت خب با تتلو هم کل داشت داره به زدبازی مینازه چاغال و لاغاچ اصلا چاغال تیکه یه که پیش رو ساخته برای زدبازی لاغاچ آقا باحال خیلی خوب بود آره خوشم اومد من کلا که این آهنگ دوست دارم و خیلی حال کردم دوباره گوش کردم حالا اینکه این پشت داستان چی بوده که یهو رضا پیشرو در عرض 24 ساعت از لایو ویلسون اینجوری بهش برخورده که این ترکو داده بیرون نمیدونم واقعا یه چیزی بوده بینشون حتما حالا بچه‌ها اطلاعاتی دارن کامنت کنن که به خاطر همون یه لایو نمیتونه باشه یه چیزی بوده که اون لایو بهش دامن زده من اینطوری فکر میکنم و یه سری ها میگفتن نه این من اینو خیلی جا خوندم که میگفتن رضا پیشرو این ترک آماده داشته تو اون تایمی که اوج چون 6 7 ماه قبل از که این ترک بده ببینیم اصلا اوج دیس و دیسپازیا بوده توی چیز رپ میگن که اینو نگه داشته بوده منتظر بوده یکی چیزی بگه اینو منتشر کنه ولی توی همین ترک دو سه جا داشتن تیکه مینازه به همون لایوه برای همین فکر نمی‌کنم ترکی بوده باشه که آماده از قبل بوده باشه حالا چه آماده چه نامآماده نامحدود میشه جزء دیسترک های خوب رپ فارسی من که خواهد میکنم و میگم
خیلی، چون الان تو این بیف بین پیشرو و زد بازی هم که ما این آنگار داریم میریم، اگر نگاه کنی سیر سعودی که هم بچه زد بازی هم رضا داشته و اینا در کل اینه موزیک رپیه که امروز ما داریم میشنویم. به نظرم که همین حتما هنوز جای پیشرفت داره، همین مقایسه همین نشونه که چقدر اینا به نظرم توی پیشرفت رپ تو هم تو بیتاش و موزیک تاثیر گذار بوده این بیف، لیریکایی که نوشتن و خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. خب امیدوارم که ما اگه چیزی شو که یعنی اکثر چیزایی که داشته رو گفتیم، چون که آهنگ قدیمی که مال یک سال پیشه نسبت به الان بعد این خیلی باز اتفاق افتاده دیگه. اگه شما چیز دیگه ای از این ترک میدونستین یا فکت دیگه ای، نکته دیگه ای که ما متوجهش نشدیم حتما برای ما بنویسید، خوشحال میشیم که چیزای بیشتری بدونیم یا متوجه اشتباهات خودمون بشیم. و اینکه بعد این منتظر چی باشن بچه‌ها؟ بعد این ما ریاکشن میم دوره به رسا سورپرایز داریم نمیگیم، گفتم دیگه پیش رو گفتیش نمیگیم کدومش. حالا بعد اینم بلا فاصله یه چیز خفن پابلش میکنیم که خیلی باحاله و منتظر اون باشین. مرسی تا آخر ویدیو با ما بودین. فکت خاصی مونده؟ نه دیگه، دیگه حرف خاصی راجع به این آهنگ نیست. نظرتون بنویسین، اگه چیز اضافه میدونین راجع به این آهنگ حتما کامنت کنین، برامون خوشحال میشیم. برای اینکه ویدیو جدید ما رو از دست ندین کار ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله بغلشو بزنین، کامنت انگلیسی بزنین صحبتتون نریزه، لایک کنید ویدیو رو و برای دوستانتون به اشتراک بذارید. روز و شب لاکچری رو هر جای دنیا که هستین براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدارتون.